امروز میخوایم با هم دیگه یک کارت تبریک دیگه به مناسبت روز مادر درست بکنم. من این گلبرگ ها رو برای گل دیگه درست کردم و گلبرگ آخرش رو با هم دیگه درست میکنیم. برای داخلش من از نوار کرمی رنگ استفاده میکنم و مثل همه کارهای قبلی خیلی راحت اول باید با پیچ شروع بکنید. پیچش میدین تا آخر نوار. خب درش میارین از داخل پیچک و اجازه میدین که باز بشه. بعد برش میدارین. خب انتهای این نوار رو چسب میزنیم. با دست نگهش میداریم تا چسبش بچسبه و از وسط فشارش میدیم. بینش. بعد که از وسط فشارش داریم دو طرفش رو اگر بگیریم میتونستیم از دو طرف فشار بدیم. فرق نمیکنه. دست ها رو به طرف هم نزدیک میکنیم. به این شکل. ببینین چی شد. یکم حالت گرفت. حالا این ابزار نکتیزمون رو وسطش قرار میدیم و یکم دیگه از دو طرف فشارش میدیم به طرف داخل به این شکل تا در نهایت به این شکل در بیاد. خب حالا نوار قرمز رنگ که ردیف بعدی میخوام ازش استفاده کنم، اول یه کوچولو به اندازه یه اشک به این شکل تاش میزنم، یه کوچولو سرش رو چسب میکنم که بچسبه و با همین حالت این رو ادامه میدم دور بعدی به دور همین اشکه. دو دور میپیچونم تا یکم محکم تر بشه. خب حالا که اشک کاملا شکل خودش رو گرفته، این قسمت گرد اشک رو چسب میزنم و داخل این قسمت این یکی سفیده قرار میدم به این شکل و با دست اون دو طرف رو نگه میدارم که ببینید دو طرف اون سفیده بیاد دور قرمز قرار بگیره. حالا نوار قرمز رنگمو چسب میزنم تا شروع بکنم و دور تا دور بپیچونم. اولش رو سعی کنید به آرومی حرکت بکنید که تنظیم اصلی رو انجام بدین و بعد میتونین یکم فشار بدین که قشنگ بچسبه و در نهایت سرعتتون رو ببرین بالا. خب حالا همینطور که میبینید من این پایینش رو با دو تا انگشت نگه داشتم و اون رو دور تا دورش میچرخونم و به ترتیب سعی میکنم مرتب برم جلو. و اینجا دیگه دور آخره، چون یه تیکه آخر به دردم نمیخوره کوتاهش میکنم، انتهاش رو چسب میزنم و با دستم نگه میدارم تا خشک بشه. اضافه چسب اگر به دستتون مالده حتما پاک بکنید که به جاهای دیگه منتقل نکنید، که چون اینا خیلی راحت به هم دیگه میچسبن اگر چسب داشته باشن. یکم انتهاش رو فشار بدیم ببینیم که گلبرگ بعدی رو هم الان با هم دیگه درست کردیم. خب حالا میایم و اینها رو به هم دیگه وصلشون. پهلوهای گلبرگ ها رو چسب میزنیم. تو ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم که بهتره یه مقوایی که احتیاجش ندارین همیشه کنار دستتون باشه برای همچین مواقعی که بتونین این گلبرگ هاتون رو
روش کار بکنید و بچسبونید به هم. و گلبرگ آخر حالا برای وسطش میتونیم از همون رنگ کرمی که در این قسمتش استفاده کردیم میتونیم برای وسطش هم یه قسمت گرد مانندی درست بکنیم. چسبش میزنیم و روی گل قرارش میدیم. رو انگشتی کم نگهش دارین تا کاملا بچسب. این گل رو توی قسمت های توی ویدیوهای قبلی قسمت داخلیش رو آموزش دادم. بالاییش فقط یه پیچه ساده است که قرار میدین و دور تا دورش رو دورگیری میکنین با یه رنگ متفاوت، وگرنه کار خاص دیگه ای نداره. این رو هم گلبرگ ها رو دونه دونه به همدیگه وصل میکنین. برای وسط این گل من فقط از پیچ ساده ولی دو رنگ استفاده کردم. پشت سر هم رنگ ها رو اضافه کردم و پیچ ساده دادم. کار خاصی نیست. میتونید امتحانش بکنید. و این رو هم وسط گل قرار. این هم گل اول. حالا بهتره که دیگه از اینجا به بعد رو روی کار انجام بدیم که مطمئن باشیم داریم درست پیش میریم. این رو به عنوان یکی از ساقه ها استفاده کردم. حالا توی بعدی هم یکی پوششم رو بهتون نشون میدم. به این شکل میخوام روی کار قرار بدم. همیشه قبل از اینکه چسب بزنید حواستون باشه کارتون رو روی قسمت پایش حتما روی اون مقوا روی اون سطحی که میخواین حتما اول قرار بدین. اگر همه چی درست بود اون وقت بچسبونینشون. گلبرگ ها رو حتما بهشون چسب بزنید تا گل به صورت کامل روی صفحه بیست قرارش میدین روی مقوا و با دست سعی میکنین نگهش دارین تا یکم این چسب عمل بکن. خب حالا این ساقه رو هم چسب میزنین، برش میگردونیم و این میکنم اگر یکم بیشتر زوم بکنم شما بهتر. خب میتونید از این ابزار پنستون حتما استفاده بکنید تا بهتون کمک بکنه. خب اینه داخل گل قرارش دادیم و اینجا میاریمش روی کار. حتما با گوش باکن چسب های اضافه ای که کنار کارتون میزنه بیرون رو پاک بکنم. اون رو هم روی کاغذمون قرارش میدیم. حالا ساقه بعدی قراره که اینجا قرار بگیره. گفتم قبلش حتما چک بکنید. ببینید برای اون پیچی که من اینجا دادم
شما کافیه که نوارتون رو در همون هر اندازه که میخواین انتخاب بکنید. شروع کنین به پیچ دادن و در نهایت به این انتها که رسید، هر چقدر که میخواین کوتاه باشه باید بیشتر پیچ بدین، هر چقدر میخواین بلندتر باشه کمتر پیچ بدین. من میخوام الان انقدر باشه و در نهایت بازش میکنین. میتونین یکم همین با دستتون این دنبالش رو حالت بدین و بنش. حالا اینجای این، یعنی هر جایی از ساقه که دوست داشتین، حالا من میخوام اینجا قرارش بدم. خب چسب میزنین به انتهاش و هر جای ساقه که خواستین میچسبونینش و این یکی ساقه رو هم باز دوباره این لبه هاش رو چسب میزنیم و روی کار میچسبونیم. با دست یکم نگهش دارین تا بچسبه. خب حالا حتی این گردی هایی که سر، یعنی پیچ هایی که سر ساقه ها دادین رو هم میتونین یه کوچولو زیرش چسب بزنید که اونا آزاد نباشن خیلی و بچسبن. در نهایت همون پیچ معمولی رو روش انجام میدم، فقط زیاد بهش فشار نمیارم که کنگره‌هاش باز بشه. با اون قبلی با هم چکش رو میکنم که هم اندازه باشن. خب میخوایم پروانمون رو کامل بچسبونیمش دیگه. برای این کار من اول قسمت پایین بدن پروانه رو میچسبونم. از اینها 4 تا میخواین، 2 تا کوچیک 2 تا بزرگ. قسمت دیگه به ساقه اضافه کردم و حالا میخوام از این برگ های خیلی ریز بهش بچسبونم. برای این کار چون کوچیکن، نوار کویلینگ رو کافیه که فقط از وسط نصف بکنید، چون میخوایم سایز کوچیک در بیاریم و خیلی راحت مثل پیچ های قبلی میپیچونیم تا انتها. توی کوچکترین، یعنی در واقع سومین دایره‌ای که داریم اینجا سایزش هست، سایز 8-10 بازش میکنیم. بعد با پنس میگیریم بیاریمش بیرون. انتهای نوار رو چسب میزنیم. این سرش رو نگه میداریم توی دست و این یکی سر رو میکشیمش به شکل اشک در بیاد. به این شکل. حالا ابزار پنسمون رو بر می‌داریم و این دو ردیف آخر رو می‌گیریم با پنس و به طرف داخل می‌چرخونیمش و در نهایت رهاش می‌کنیم که به این شکل در بیاد. خب من بقیهش رو درست کردم.
حالا چسب میزنیم و روی کار قرار میدیم. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که یه مثل برچسب مانند به این کارمون اضافه کنیم روی یه دایره مقوایی در آوردم، بالاشو پانچ کردم، سوراخش کردم و روش نوشتم Happy Mother's Day. حالا از نوار صورتی رنگ استفاده میکنم، از زیر این ساقه ها ردش میکنم تا از این طرف سرش رو میکنم داخل این قسمتی که پانچ کردم. اضافهش رو میچینیم و چسبش میکنم.